با تقدیم سلام خدمت شما همراهان گرامی. برای اینکه چگونه یک زندگی کاملا آرام داشته باشیم، در 9 روش برای شما توضیح خواهم داد. اما قبل از آن، لطفاً کانال استار میدیا را سابسکرایب نمایید و به ادامه این موضوع مفید توجه کنید. یک، تعریف مجدد زندگی معنادار چیست؟ حدود یک سال قبل کار خود را ترک کردم و به همه شهر نقل مکان کردم و زندگی جدید را شروع کردم. از آن زمان چندین درس را آموختم که چگونه در ساده زیستن فراوانی را بکارم. من همیشه در حال انتقال و در سفر به کشورها بزرگ شده و زندگی کرده بودم. وقتی به اینجا نقل مکان کردم، تصمیم گرفتم دیگر نقل مکان نکنم. این یک تجربه تسکین دهنده بود. مجبور شدم زندگی معنادار را دوباره تعریف کنم. در تمام مدت زندگی واقعی به دست آوردن ثروت، مسافرت یا داشتن تجربیات هیجان انگیز نیست، بلکه سفر زندگی این است که باعث خوشحالی ما می شود. 2. خوشبختی زندگی خود را باید از طریق تمرین کشف کرده و با خودگذشتگی پرورش بدهیم. برای غم و اندوه هیچ درمان آسان وجود ندارد. در عوض من فهمیدم که برای ایجاد خوشی باید تخم آن را بکاریم. ما باید از آن مراقبت کنیم و بگذاریم رشد کند و گاهی اوقات این محصول باعث تولید فراوانی می شود. شما را امیدوار و مطمئن می کند که سال آینده همچنین باشد. 3. ما همیشه از فصول طبیعت می آموزیم که زندگی رو به پیشرفت و تغییر است. نکته اصلی این است که باید بدانید اوضاع هرگز به مدت طولانی ثابت نمی ماند. فصلها تغییر می کند و شما نیز تغییر خواهید کرد. زندگی قابل پیش بینی نیست. من هرگز فکر نمی کردم که در آینده اینجا باشم. 4. و دنبال محیطی باشید که متناسب با نیازهای شما باشد. زندگی شهری برای روحیه من کاملا حساس و بسیار طاقت فرسا و دشوار بود. آرزوی زندگی در حومه شهر را داشتم. از زمانی که اینجا آمدم درک کردم که محیط برای خلاقیت و سلامت روان یک شخص چقدر حیاتی است. 5. با قایسه فردیت را می دوزد و خلاقیت را کسل می کند. زندگی در مناطق روستایی اساس را ایجاد کرد که در آن من شروع به شجاعت کردم و همان طوری که می خواستم زندگی کردم، نه اینکه آن را با دیگران مقایسه کنم. زمانی که من اینجا آمدم، درک کردم که زندگی در حد استاندارد شخص دیگر غلط است. 6. ما با یافتن خوشی در احساسات مثبت، رضایتمندی رو در الگوی زندگی روزمره پرورش می دهیم. با گذشت زمان آن چه در زندگی روزمره مرا خوشحال می کرد، دوباره تماس حاصل نمودم و از ساده زیستن لذت می برم. دیگر نیازی به مسافرت و یا خرید چیزهایی ندارم که فکر کنم زندگی مرا موفق می سازد. من یک زندگی ساده مثل بوی چای شیرین بویم می خواهم که بتواند زندگی مرا عالی سازد. 7. معجزه در همه جا موجود است. بستگی دارد که شما آن را چگونه تشخیص می دهید. به عنوان مثال، من به عنوان شغل اصلی خود از کودکان خردسال مراقبت می کنم. با آنها وقت می گذرانم و زندگی را از طریق چشم آنها تجربه می کنم. این دائما به من یادآوری می کند که دیدگاه خود را تغییر دهم و لحظات کوچک زندگی که واقعیت دارد آن را به معنای واقعی زندگی ببینم. 8. فرصت یادگیری مهارت های جدید در تمام زندگی وجود دارد. من به طور مداوم تعجب می کنم که سبک جدید زندگی چگونه خلاقیت مرا شعله ور کرد که نه تنها از خواندن، نقاشی کردن و نوشیدن لذت می برم، بلکه انواع مهارت های جدید را نیز امتحان می کنم. 9. عشق یادگیری را برای چیزهای جدید در زندگی خود دوباره زنده سازید. در حالی که ما همیشه از توانایی برای سفر به دور جهان استفاده میکنیم، من متوجه شدم که برای یادگیری مهارت های جدید، تجربه و ایده‌های جدید به یک تحقیق طولانی مدت نیاز است. امیدوارم این فیلم افکار مسالمت آمیز را برای شما ایجاد کند. من برای مشکلات کسی راه حل را نمی دهم. من یاد گرفتم که چگونه در جامعه‌ای که منفی‌گرایی متمرکز است، احساس فراوانی را پرورش دهم. در این دنیا خوشی های بسیاری وجود دارد، در حالی که تاریکی را تشخیص می دهیم، اما باید اطمینان حاصل کنیم که نور را در زندگی خود نیز قرار دهیم.
سپاس از توجه و همراهیتون. لطفاً کانال استاد ویدیو رو سابسکرایب نمایید.